سلام به شما. تنش بین جریان‌های سیاسی عراق بالا گرفته، به خصوص بعد از دستگیری عضو اصائب اهل حق که متهم به حمله راکتی به سفارت آمریکا در بغداد. این گروه نخست وزیر عراق رو تهدید کرده که اگه اونها رو آزاد نکنه، آتش خشم خدا بر سرش میباره. نخست وزیر عراق مصطفی کاظمی هم دیشب در توییترش نوشته که از اونها نمیترسه و آماده مقابله با این گروه‌های شبه نظامی. حالا امروز خبر اومده که یک عضو دستگیر شده این گروه تحویل هشت شعبی شده. مقتدی صدر یکی از رهبران شیعه عراقی هم از ایران خواسته عراق رو صحنه زورآزمایی با آمریکا نکنه. در طول برنامه با تیمی از کارشناسان و خبرنگاران این تحولات رو در عراق و البته خبرهای دیگر رو دنبال می‌کنیم. اما قبل از اینکه با مهمان‌های برنامه امشب صحبت کنیم، این رو بگم که ساعتی پیش برخی از رسانه‌های عربی گزارش دادن که ممکنه دولت عراق در ازای تحویل عضو دستگیر شده اصائب اهل حق از اونها خواسته نیروهاشون رو خارج بکنن. البته دولت عراق هنوز این خبر رو تایید نکرده. اما ماجرا از کجا شروع شد؟ گروه های اصلی شبه نظامی وابسته به ایران در عراق اینا هستن که روی دیوار میبینید: کتایب حزب الله، اصائب اهل حق، کتایب امام علی و چند گروه دیگه. بعضی از این گروه ها همین تازگی ها به وجود اومدن. گروه اصائب اهل حق گروهی که از خرداد 1385 تا الان فعال و مسئول حملات بسیاری به نیروهای آمریکایی در عراق شناخته میشه. رهبرش قیس خزعلیه و مقر اصلیش در شهرک صدر در نزدیکی بغداد. این گروه یکی از گروه‌های شیعه است که با حمایت ایران تشکیل شده و خودش از ارتش مهدی که مقتدی صدر پایه‌ریزی کرده بود جدا شده. اصائب اهل حق که در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا هم هست، در حمله به آمریکایی‌ها در عراق نقش اصلی رو داشته، از جمله آدم‌ربایی عیسی سالومی، یک آمریکایی عراقی تبار، در بهمن سال 88 که در ازاش خواستار آزادی نیروهای زندانی این گروه شدند. حالا بعد از حمله راکتی به سفارت آمریکا و موضع نخست وزیر عراق که گفته با اقدامات شبه نظامیان عراقی مقابله میکنه و یک نفر از اعضای این گروه را هم دستگیر کرده، در پاسخ نخست وزیر عراق مصطفی کاظمی هم که خودش دیشب به خیابون اومد گفته بود که از این تهدیدات نمیترسه و کوتاه هم نمیاد. با این حال امروز عصر گفته شد که عضو دستگیر شده این گروه که وابسته به حکومت ایران خونده میشه به هشت شعبی تحویل داده شده. علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت با ماست. آقای صدرزاده، به نظر شرایط خیلی پیچیده میاد. از یک طرف نخست وزیر عراق میگه که مذاکره نمیکنه، جلوی این گروه ها میمونه، از طرف دیگه میبینیم یکی از اعضای این گروه آزاد میشه. چطور ارزیابی میکنید شرایط رو در عراق؟ شرایط پرتنشیه. ما یک تاریخ بسیار، یعنی یک روز بسیار پرتنشی در جلوی رومون هست. روز 13 دی، 3 ژانویه، روز کشته شدن قاسم سلیمانی و خیابان‌های بغداد طرفداران قاسم سلیمانی و ابوالمهندس پر کردن از عکس‌های این دو نفر. احتمال این میره که چون صدای انتقام میاد از جانب ایران، گروه‌های هشت و شبی دست به کاری بزنن. همین راکتی که یک شنبه پرت شد به منطقه سبز بغداد هم که شما اشاره کردید، نوعی از انتقام به حساب میاد. همونطور که میدونید آقای ترامپ هم اعلام کرده که اگر یک سرباز آمریکایی کشته بشه در هر جای عراق، ما مستقیما ایران رو مسئول میدونیم بی توجه به اینکه از جانب چه کسی شده. بنابراین تنش خیلی خیلی بالا رفته. آقای الکاظمی هم نخست وزیر میدونه که اگر مملکتش وارد یک چنین تنشی بشه، آینده خوبی در انتظار عراق نیست، به خصوص که آقای الکاظمی یکی از مهره‌های امنیتی سابق بوده و اگر اصائب اهل حق رو دستگیر کرده میدونه که کار اینها بوده. ولی فکر نمی‌کنم که با آزادی این یک نفر مسئله حل شده باشه، چون در حقیقت خبر از این بود که گویا 6 نفر دستگیر شدن. بنابراین باید منتظر روزهای آینده بمونیم، ببینیم این سطح تنش به کجا میره. بله. من فکر می‌کنم ایران هم مایل با افزایش تنش باشه، چون احتمال ورود آمریکا به یک تنش با ایران، به خصوص که آقای ترامپ در روزهای آخرش هست در کاخ سفید، هست. به همین علت هست که میشه منتظر بود که ببینیم نفوذ ایران در بین هشت و شعبی چقدره و میتونه جلوگیری بکنه از کار میمونه. ولی در همین رابطه با توجه به اینکه بالاخره حضور نظامی آمریکا الان در عراق کمرنگتر شده و این گروه های شیعه مورد حمایت ایران هم اسکناس دارن و هم اسلحه، نخست وزیر عراق، دولت عراق چه اهرم هایی در دست دارن؟ اهرم های زیادی در دست داره. خود آقای کاظمی یک مأمور امنیتی سابق بسیار خبره‌ای بوده و
و میدونه با این چه گروه ها با این گروه ها چگونه مبارزه بکنه. فقط مسئله است اینه که نمیخواد خیلی به صورت باز با ایران وارد مشاجره بشه، میخواد یه جوری بالانس رو با ایران نگه داره. از طرف دیگه رفته رفته در سیاست خارجی هم داره از ایران فاصله میگیره، به ترکیه نزدیک میشه، به عربستان سعودی نزدیک میشه، به اروپا نزدیک شده. بنابراین من فکر میکنم که از نظر داخلی هم امکان داره، ولی مثل این که میخواد آرام آرام و یا تا حدودی از نظر دیپلماسی این کار رو بکنه، بستگی به این داره که هشت و شبی تا چقدر مسلحانه بخواد، یعنی اون بخش از هشت و شبی که طرفدار اینانه چقدر بخواد مسلحانه وارد مبارزه با آقای الکاظمی بشه.